دولت میتواند برای مقابله با کمبود کالا مجاز به واردات آن باشد و اصولا اقتصاد متکی به واردات از توان تولید برخوردار است روز گذشته مجلس شورای اسلامی به دولت مجوز داد تا نسبت به واردات سیگار مورد نیاز میوه و سبزی اقدام کند افزون بر این 20 درصد از تعرفه واردات خودرو هم کم شد تا بازار برای ورود خودروهای خارجی بیشتر فراهم شود هرچند در مورد سیگار قید در صورت لزوم ذکر شده اما تردید نیست که این لزوم در حال حاضر هم وجود دارد اما بازار بیشتر بر قاچاق این کالا متکی است تا واردات قانونی آن بدین ترتیب اقتصاد متکی به درآمد حاصل از فروش نفت همچنان برای رفع نیاز متکی به واردات است تا تولید صنایع خودروسازی که در سالهای اخیر با توجه به محدودیت ورود خودرو به کشور در حال گسترش بودند نه تنها نیاز داخلی را برطرف نکرده بلکه قیمت غیر رقابتی و کاهش افزون کیفیت محصولات تولیدی مصرف کنندگان را به سوی خرید خودروهای خارجی سوق داده است در حالی که از عمر پیکان به عنوان اولین خودروی تولید شده بیش از 42 سال سپری شده و تولید آن در زمان ریاست جمهوری خاتمی هم متوقف شده اما هنوز خودروسازان ایرانی موفق به یافتن یک جایگزین قابل رقابت با آن به ویژه خودروی برای طبقات متوسط شهری نشدند. این در حالی است که خودروی پراید مدت هاست برخلاف میل مسئولان صنعتی کشور به جایگزین پیکان در بازار تبدیل شده خودرویی که از عمر طراحی و تولید جهانی آن بیش از 20 سال سپری شده اما پراید تنها به دلیل استقبال بازار همچنان در کورس رقابت با سایر خودروهای مونتاژ داخل به سر میبرد اما شاید مهمترین بخش از مصوبه روز رو سیگار و میوه باشد در حالی که 35 درصد از شهروندان ایرانی هنوز ساکن روستاها هستند و محصولات کشاورزی منبع عمده درآمد آنان است دولت مجاز شده تا حتی میوه هم وارد کند اما در قبال واردات آن به ازای هر کیلو 500 ریال از وارد کننده مالیات گرفته و به صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و اشایر واریز کند به همین دلیل است که منتقدان اقتصادی دولت احمدی نژاد همواره او را متهم کردند که با اتکاب درآمد حاصل از فروش نفت میتواند هر آنچه را که میخواهد وارد کند. از سیگار تا شکلات و میوه سخنگوی کابینه اول او زمانی در پاسخ به انتقادهای روزافسون در مورد افزایش بهای مسکن گفته بود کاش میشد مثل بقیه کالاها مسکن را هم وارد کنیم و این مشکل را حل کنیم شاید منتقدان حق داشته باشند نگران روزی باشند که با کاهش درآمد نفت این توان خرید هم کاهش یابد و تولید کنندگان هم که به شهر کوچ کردند چش به دست دولت توخته باشند که کار بیافریند در آن روز چه کسی از سیاست واردات بیرویه دفاع خواهد کرد